تخلیه آب سدها و به زیر آب رفتن روستاها در خوزستان. امام جمعه رژیم در شیراز مردم را عامل خرابی سیل معرفی کرد و گفت باران رحمت است، چه کار کردید که تبدیل به بلا شده است؟ وزیر خارجه عربستان سعودی رژیم ایران را بزرگترین تهدید خواند. آب رودخانه دز در شهر دزفول بالا آمده و وارد خیابان ساحلی این شهر شده است. از شهروندان و مسافران نوروزی خواسته شده از استقرار و تردد در جاده ساحلی و حاشیه رودخانه دز خودداری کنند. آب رودخانه دز به دلیل رهاسازی آب پشت سد دز در حال افزایش است. یکی از گردانندگان سازمان آب و برق رژیم در خوزستان به رها کردن آب سدها که باعث خرابی روستاها می شود اعتراف کرد و گفت با توجه به پیشبینی های سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگی های شدید و وقوع بارش های شدید در استان خوزستان نیاز است تا برای کنترل مخازن سدها و جلوگیری از بروز سیلاب های بسیار بزرگتر بخشی از آب سدها را خالی کنیم. لذا آب رودخانه های استان بالا آمده و متاسفانه برخی از روستاها آسیب دیدند. اردکانیان وزیر نیروی کابینه آخوند روحانی نیز گفته است به دلیل باران‌های شدید در روزهای یکشنبه و دوشنبه حجمی حدود 3 میلیارد متر مکعب آب وارد مخازن سدهای خوزستان می‌شود. آخوند لطف‌الله دشکام در نمایش جمعه شیراز مردم را عامل فاجعه سیل معرفی کرد و وقیحانه گفت یکی از کارهای حرام غصب است. یکی از غصب‌ها تجاوز به حریم و مسیر رودخانه است. باران رحمت نازل می شود اما همه به جای شکرگزاری گریان می شوند. باران رحمت است. چه کار کردید که تبدیل به بلا شده است؟ به بانگرانی از افشای سیاست‌های ویرانگر رژیم که باعث گسترش ابعاد فاجعه‌بار سیل شد گفت بعضی چیزها انتشارش باعث فتنه می شود. رسانه‌هایی که در اوج گرفتاری مردم فضا را برای رسانه‌های بیگانه درست کنند در امتحان سربلند نبودند. ابراهیم اصاف وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه در نشست وزرای خارجه عضو اتحادیه عرب در تونس رژیم ایران را بزرگترین تهدید خواند و گفت کاری که رژیم ایران از طریق دخالت آشکارش در امور اعراب و با شبه نظامیانش با اقدامات سپاه پاسداران در سوریه، عراق، لبنان و یمن انجام می‌دهد یکی از خطرناک‌ترین اشکال تروریسم است. وی خواستار اقدام هماهنگ کشورهای عربی برای مقابله با تهدید رژیم ایران شد. ارتباطی که به روستاهای ویسی و روستاهای چمعربان بر اثر سیلاب تخریب شده، واقعا زمین‌های کشاورزی هم در خطر جدی هستند. مردم هم اینجا نگرانند از این موضوع. سیلاب جاده کمربندی روستای حیدر و روستای ویسی در شهرستان گتفند در استان خوزستان را تخریب و به مزارع کشاورزان خسارت وارد کرد. همچنین دیواره سیل بند قدیمی تخریب و زیر آب رفته است. حدود 1000 هکتار زمین کشاورزی در این منطقه در خطر تهدید سیل قرار دارد. کشاورزان این منطقه به بی‌عملی و بی‌توجهی کارگزاران دزد و غارتگر به این سیلاب اعتراض کردند. سیلابی که پشت سر ما می‌بینید، هولوش 2300 متر دیگه مونده تا روستای در اینجا 900 هکتار زمین کشاورزی مستعد کشاورزی بخش اخیری داره تخریب میشه. متاسفانه هیچ مسئولی هم نیومد. حدود سیل بند ما قبلی جای خود رودخونه مشاهده کنه از اونور نزدیک اون درخت‌ها مثلا بوده. ما خودمون زمین داشتیم اینور حدود یک تار زمین آب برده. زمانی که مثلا سیل بند ما قبلی داشتیم اونجا تقریبا 2300 متر با رودخونه فاصله داشته. سیل بند قبلی رفته، سیل بند دومی هم رفته، هیچ کس چیز کاری برامون نکرده. حدود الان در گمیشان در استان گلستان هر لحظه میزان آب افزایش می‌یابد. آب‌های جاری که در چند روز گذشته در دشت گسترده شده بودند به گمیشان رسیده است و برخی مناطق این شهرستان به زیر آب رفته است. همه راه‌های ارتباطی این شهر مسدود شده است. مردم برای تردد به شهر از قایق استفاده می‌کنند.